بیننده های عزیز سلام و درود عرض می کنم. امروز یک برنامه فوق‌العاده داریم با جناب عزیز آریانفر از جرمنی. جناب عزیز آریانفر را ضرور نیست بارها بارها و بارها باز هم معرفی بکنیم. نویسنده، پژوهشگر، مترجم و بالاخره صاحب کتاب های بسیار زیاد و طبیعی است که یک مدت هم از لحاظ کار عملی در بخش های دیپلماسی در وزارت خارجه افغانستان در رتبه های یا به اصطلاح عامیانه چوکی های یا مقام های بلند دولتی کار کردند. جناب آریانفر اگر تشریف آوردین صدای ما را میشنوین، سلام و درود ما را بپذیرید. با درود خدمت شما و بینندگان گرامی، روزگار و نیکویی و شادمانی. بسیار خرسند و خوشنود هستم که در خدمت دوستان و همیهنان و همزبانان گرامی قرار دارم. تشکر جناب آریانفر. در امی یک هفته گذشته یک نوشته یا یک مقاله یا یک پژوهش شما را در رابطه با روز استرداد استقلال ما خواندم که فکر میکنم من جمله ما به صدها و هزارها هموطن ما او را در سایت های اینترنتی، فیسبوک و دیگه بخش ها او را پخش کردن و برای ما هم بسیار بسیار جالب بود، برای از این که برای ما حداقل نو بود همین نوشته شما و به حساب انگلیسی controversial میگن، کمی هم شکل چطور بگویم فارسیش مناقشه‌ای یا بحث برانگیز بود. ما میخواییم امروز پیرامون امین نوشته شما صحبت کنم و نخستین سوال خدا اتر از شما با شما اتر طرح بکنم که یک گذر بسیار کوتاه شما پیش از مرگ امیر عبیب‌الله کلکانی یا دقیقا از 45 یا 100 سال اگر داشته باشین، بسیار کوتاه و فشرده همه تو به اصطلاح چنده چنده تا زمان امیر عبیب‌الله کلکانی که باز ما نخستین سوال خود از اونجا از شما آغاز کنم. خب بسیار خوب، یک گذر بسیار سریع به تاریخ میندازیم. ببینین باید بین مفاهیم کشور و دولت و سرزمین باید یک تفاوت قائل شویم. صدای ما دارین؟ بله بله دارم صدای شما رو. بله 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 صدای شما رو دارم. یعنی بحث سرزمین که هستی مربوط به جغرافیا میشه. خب بلد. از نظر جغرافیایی ما در منطقه خود چند ساختار جغرافیایی داریم که این بلا استثناء از طرف تمام جغرافی دانان جهان با اجماع پذیرفته شده که یکی فلات هندوستان است، یکی فلات تبت است، یکی فلات آسیای میانه است، یکی فلات عربستان یا نجد یا عربستان است و یکی هم فلات ایران. این چیزی که پذیرفته شده. فلات ایران یک تعریف بسیار مشخص و روشن دارد که در هیچ نوع اختلاف بین دانشمندان جغرافیا نیست. فلات ایران یک سرزمینی است که از رود سند شروع میشد تا میان رودان یا بین نهرین دجله و فرات و این طرف هم بین نهرین جیهون و سیهون یا رود آمو و سیر و در شمال شام کوههای قفقاز و دریای کسپیان یا خزر قرار دارد. بله. و این طرفش هم خلیج فارس و بحر هند. یعنی وقتی که ما ایران میگیم از نظر جغرافیایی سراسر کشور افغانستان، یک بخش از پاکستان، بخش از آسیای میانه تا بخش از عراق ایده در بر میگیره. یعنی از نظر جغرافیایی این منطقه به نام فلات ایران یاد میکنن. بسیار خوب. خب کمایی که ما یک اصطلاح دیگه هم داریم به نام ایران فرهنگی که او در واقع جایی است که گستره فرهنگی ایران است. خب ولی سر از این مسائل بسته میکنیم از نظر تاریخی. بله. در همین فلات ایران بارها ما شاهد دولت‌های گوناگون بودیم که بعضی از این دولت‌ها شکل امپراتوری یا شاهنشاهی را داشتن، مثل دولت‌های مادها بوده یا مثلا اخامنشیان یا مثلا بعداً در مراحل بعدی که می‌بینیم ساسانی‌ها و بیشتر از او اشکانیان و همچنان در بخش فلات شرقی فلات ایران دولت‌های یا امپراتوری‌های کوشانی و کیداری و
ابطالی یا یفتلی بوده. خب ولی حوادث رخ داد که تمام مسائل بر هم زد. مثلا یک بار حمله اسکندر مقدونی بود که شاهنشاهی هخامنشی را بر هم انداخت، و بعد از او حمله ترک ها بود که اینا تانستند که در مناطق آسیای میانه در آن ور رود امو حاکم شوند، و همچنان حمله عرب بود که به شاهنشاهی ساسانی پایان دادن و اینا آمدن و بخش های شرقی فلات ایران رو تصرف کردن، و بالاخره آهسته آهسته با گذشت زمان بعض دولت های در شرق فلات ایران به وجود آمد، که از صفاریان اگر شروع کنیم و اوج از دولت سامانی و غزنوی بود، و به می ترتیب دولت های دیگه هم به وجود آمدن به مرور زمان، که در آخرین مرحله، در آخرین مرحله اگر ما ببینیم، آخرین امپراتوری که تونست در سراسر فلات ایران حاکم شود تیمور جهانگوشا یا تیمور لنگ بود، امیر تیمور کورگانی. و بعد از تیمور آهسته آهسته این امپراتوری بزرگ فرو پاشید، و در عوض از این در منطقه در کل چهار دولت بزرگ عرض اندام کردند، که یکی نمی ترکی عثمانی بود، یکی اند بود که به نام اند بابری یا مغولی یا در واقع کورگانی یاد میشه، و از طرف دیگه نمی دولت صفوی بود، و خانشین های آسیای میانه که اونا هم گاه وابسته به ایران بودن و گاه مستقل. یعنی در واقع آنچه که کشور ما که یعنی افغانستان منظور باشه، در او بین سه دولت مقتدر تقسیم شده بود، که مناطق بین هرات و قندهار، یعنی از در واقع از بادغیس گرفته تا قندهار و نزدیکی های غزنی که مرز بود، این مربوط به دولت صفوی میشد، و این طرف دیگه کابل و غزنی و جلال آباد این مناطق مربوط به دولت هند میشد، و مناطق شمال هم اینا به نحو از آنها زیر فرمان خانشین هایی که در آسیای میانه بودن، مثل بخارا و خوقند و این مناطق، این خانشین هایی که در اونجا بودن. بله. خب به هر حال بعدن مسائل رخ می ده، و در اینجا امپراتوری که میتونه که سر تا سر فلات ایران از فرمان خود بیاره و یک دولت سر تا سری تشکیل بده، نادر افشار بود. بعد از نادر افشار دولت از این در واقع چند پارچه میشه، که در یک بخش از شرقی از این احمد چای درانی که یکی از سرداران از این بود، امرای نور محمد خان علیزایی که در واقع سپهسالار ایران شمرده میشد، اینا آمدن در قندهار رو بعد از یک سلسله مسائل، چون در بعض سران قبایل که یکیش نور محمد خان علیزایی بود و دیگه جمال خان بارکزایی، دو نفر از بزرگان قوم بودن که نمیتونستن با هم با تفاهم برسن. بالاخره احمد شاه جوان اینا بعد از 6 ماه کنکاش و جربست و پادشاهی برداشتن، و بالاخره امپراتوری به نام درانی تشکیل شد. اما باید یک چیز متوجه باشیم که امپراتوری درانی هیچ وقت به نام افغانستان یاد نشده، به خاطر که اول یک کشور بسیار پهناور و بزرگ بود، سر تا سر قلمرو پاکستان کنونی، یک بخش از این که شامل کشمیر میشه، یک بخش از ترکمنستان کنونی که نمی‌آید، غیر مستقیم این مشهد و نیشاپور اینا هم زیر فرمان احمدشاه بود که دسته که به نامش خوانده میشد. بالاخره نمیشه که افغانستان بود، با در هیچ جای هم به نام افغانستان یاد نشده، همیشه یا به نام شاه ایران یاد شده یا به نام شاه خراسان. و بالاخره در اینمی آرین فرس اینمی حرف امی تا زمان فکر کنم عبدالرحمن خان اگه مشخص بگویم دوام داشت به نام خراسان، یعنی که نام خب ببینیم بند چیسته که امی خود امپراتوری درانی سر از اول سال اول قرن 19 فرو پاشید، یعنی آخرین شاه درانی که در واقع جانشین احمد شاه درانی بود زمان شاه بود. در زمان زمان شاه حوادث رخ داد که کشور فرو پاشید و ملوک و طوایفی شروع شد. در واقع یک مدت بسیار زیادی ملوک و طوایفی ادامه داشت تا سال 1838. در 1838 به اساس نام مائده سیگانی که بین انگلیسی ها و شاه شجاع و رنجیت سنگ امضا شد، انگلیسی ها به سرزمین ما لشکرکشی کردند، و در این جهه پروژه را به نام پروژه افغانستان تطبیق کردند. یعنی در اونجا انگلیسی ها به این باور بودن بعد از اینکه در هند اینا جای گرفتن،
خطرات را متوجه شدند که از جانب شمال ممکن است که بعض قدرت های اروپایی از جمله روسیه و در اوایل قرن 19 بحث ناپلئون و فرانسه هم مطرح بود، اینا به طرف هند مارش نکنند، به خاطر که هند اینا یک دفاع مطمئن برش ایجاد کنند، اینا به این فکر شدند که در این گستره بین رود سند و رود آمو در امینجا یک دولت را به نام دولت افغانستان ایجاد کنند که شکل بوفر یا در واقع یک منطقه حائل بین متصرفات آسیایی روسیه تزاری که در این وقت پیش آمده بود به طرف آسیای میانه و خود انگلیس ها به شکل یک منطقه حائل، در ابتدا حتی شکل یک کشور هم اینا در نظر نداشتن، شکل یک منطقه حائل با وجود بیارن و به این ترتیب اینا افغانستان در چند مرحله به وجود آمدن، یعنی کشور به نام افغانستان در یک مرحله به وجود نامد. صدای ما داریم؟ بله بله، شما صدای ما را داریم؟ بله بله بله. خب جناب اورنفر، اگر مشخص بگوین که به شکل رسمی چی وقت افغانستان به نام افغانستان؟ حالا به خدمت شما عرض میکنم. اعتراض ببینین، در ابتدا انگلیسی ها رنجیت سنگ و سکه ها را مثلث ساختند و به تدریج اینا کوشش کردند که با استفاده از همین اختلافاتی که در داخل سرزمین ما بود و سردارهای مختلف بین هم در کشوگیر بودن، سرزمین هایی که زیر فرمان سرداران افغانی بود بگیره، که در قدم اول اینا اتوق خریدن، نه ایست که گرفتن، فقط رنجیت سنگ آمد با پول از سرداران بامیزایی یاره خرید. بعد از او با سادگی تانست که با سوء استفاده از اختلافات که بین دوست محمد خان و برادرایش بود کشمیر آن بگیرن. بعد از او اینا در چند مرحله کوشش کردن که چیز آن بگیرن، پشاور که در واقع پیرشاپور یاد نشد و در اونجا سرداران برادران پشاوری که از جمله سردار سلطان محمد خان طلایی و اینا بود، بالاخره اینا با ترفندهای مختلف پشاور را هم زیر فرمان خود آوردن. اما در ابتدا وقتی که لشکرکشی کردن به طرف سرزمین ما، در وقت کشور به نام افغانستان وجود نداشت. در اونجا ببینید در کابل یا کابلستان دوست محمد خان فرمان میراند، در قندهار برادران قنداریش که پردرخان و قندلخان و میردرخان اینا بودن، در هرات محمود صدودایی با و بعد از پسرش کامران با وزارت که وزیرش یار محمد خان علیکوزایی بود، و در سرتاسر شمال در اینجا خانهای محلی فرمان میراندن یا میرهای محلی که اینا و نهر از انها وابسته و خانهای آسیای میانه بودن، و در ایراد محمود تا یک زمان زیاده وابسته به ایران بود، ولی وقتی که انگلیس ها آمدن در اونجا پاتنجا را جلسه روان کردن، تانستن کوران متمایل و طرف انگلیس کنن. یعنی اولین بار که افغانستان تشکیل شد متشکل از قندهار، غزنی، کابل و جلال‌آباد و پروان بود، پنج شهر، بیشتر از اون نبود. یعنی تمام این مناطق انگلیسی ها گرفتن در زمان شاه شجاع و این نامش ماندن افغانستان. بعد از او در مرحله دوم وقتی که امیر دوست محمد خان بار دوم آمد، با سلاحایی که از انگلیس گرفت و پولی که از انگلیس گرفت، موفق شد در ابتدا خانهای شمال را منقاد کنه، و بعد از او بعد از مرگ برادرش کندل خان قندهار را گرفت و در آخرین روزهای وفاتش هرات هم تانست بگیره. و پیش از این انگلیسی ها یک قرارداد را با ایران امضا کردند به نام قرارداد پاریس که فوق العاده در تشکیل دولت افغانستان مهم است، و در اینجا ایران مجبور ساختند، وادار ساختند که اینمی سرزمینی که به نام افغانستان بعد یاد میشه ایره بیرون از قلمرو خود بپندازه، و به این ترتیب سرحد افغانستان و ایران تشکیل شد. یعنی افغانستان دی فاکتو در آخرین روز حیات دوست محمد خان شکل گرفت به می کموبیش به مرزهای فیلی. بعدا در دوره امیر عبدالرحمن خان دی جوری کشور مرزهای سایر مرزهای بین المللی شد. یعنی تا زمان امیر عبدالرحمن خان مرزهای ما مشخص نشده بود، مثلا آنچه که مربوط به مرز شمالی میشه ایره به اساس کنوانسیون سان پترزبورگ انگلیسی ها و روس‌ها مرزهای شمالی ما رو تعیین کردن، خود افغانستان اصلا به این مسئله دخل نداشت. و مرز ما با ایران هم انگلیسی ها در تای چند مرحله تعیین کردن، و مرزهای جنوبی و شرقی اونم در تای چندین معاهده تشکیل شد که بالاخره آخرینشون اون کنوانسیون کابل بود که در کشور ما به نام
معاهده دیورن مشروع شده. یعنی یه دفاکتو، یعنی یعنی آقای دفاکتو فرسه بعد گندمک شروع شده فکر میکنم نه تا پیشتر از اون. حتی ببینید یکی اول خون معاهده سه جانبه با شاه شجاع بود، بعد از زمان امیر دوست محمد خان هم در امیر دوست محمد خان بار دوم در 1855 یک معاهده دیگه اونجا امضا شد و بعد از اون به این ترتیب که شما پیش بین این گندمک میشه، بعد از اون دیورنه. در هر معاهده که امضا شد انگلیسی ها یک بخش از اون سرزمین های بازمانده از امپراتوری دورانی را گرفتن، یعنی از افغانستان چیزی جدا نشده. و بگیرین یک بحث دیگه هم هست که انگلیسی ها بسیاری از خانهای بلوچ پشتون در واقع با پول خریدن و با اونا قراردادهای امضا کردن که اونمو سرزمین هایی که زیر کنترل از اونا و زیر فرمانشان بود اونا را در واقع به هند بریتانیایی ملحق ساختن. بسیاری از خانه‌ها و اینا اسمان یک زمان مثلا در زمان احمدشاه درانی و قسمان هم در زمان تیمورشاه از دولت فرمان می‌بردن. حتی در زمان تیمورشاه هم شمال هندوکش از تیمورشاه فرمان نمی‌برد، فقط اسمان در بلخ یک نماینده تیمورشاه بود. اون بعد از مدت در زمان زمانشاه کاملا قطع شد این مسائل، یعنی اصلا کشور برام افغانستان دفاکتو عملا وجود نداشت. تنها در دوره امیر عبدالرحمن خان، حتی در دوره عبدالرحمن خان هم در هرات ایوب خان بود که باز در جنگ میوند شکست میخوره و باز از با سلاحایی که انگلیس ها میتونه و پول که انگلیس ها بر عبدالرحمن خان میتونه میتونه که سر به سر کشور متحد بسازه و در واقع میتونیم بگویم که افغانستان به شکل یک کشور در دوره امیر عبدالرحمن خان دفاکتو به وجود آمد. اما دی جوری یعنی از نظر حقوقی بعد از اینکه در دوره امان الله خان به رسمیت شناخته شد، افغانستان در دنیا به حیث یک کشور معرفی شد. یعنی پیش از او کشور به این نام نشان وجود نداشت. البته گفتم که در چند مرحله به وجود آمد که ابتدای از این را باید ما شروع کنیم. افغانستان در واقع در دوره امیر دوست محمد خان بار دوم شکل گرفت، شکل گرفت به اما نام رسمیش افغانستان نبوده. بود در زمان امیر دوست محمد خان چرا بود؟ گفتم که ببین افغانستان در گذشته چیزی به نام افغانستان وجود نداشت. بسیار. بود یک مسئله بسیار دوستانه، یک سرزمین بسیار دوستانه بود که فعلا در نمی وزیرستان پاکستان و منطقه مستونگ بلوچستان و ساول و نمی مناطق بود که به نام افغانستان یا افغانستان یاد میشد و در نقشه های قرن 18 هم دیده میشه، ولی او در داخل گستری افغانستان فعلی نبود. او افغانستان بعد از او نام افغانستان در گذشته البته بود. قوم به نام افغان هم بسیار قوم تاریخی بود، چنانچه در شاهنامه فردوسی هم یاد شده که مثلا در مورد سپهدار چون قارن نامدار نژادش افغان سپاهش هزار، یعنی قوم به نام افغان سابقه تاریخی داره و منطقی به نام افغانستان هم سابقه تاریخی داره که چنانچه در تاریخ هرات تو اینا ذکر شده، ولی این بیرون از گستره افغانستان کنونی است. یعنی افغانستان اصلی در اون منطقه است که فعلا به نام پشتونستان به اون میشناسیم، در اون منطقه است، این منطقه ساول و منطقه مستونگ و نمی وزیرستان و این مسائل. یعنی اتو خدمت شما عرض میکنم که کشور به نام افغانستان یک پروژه بود از طرف انگلیس ها که در چند مرحله تطبیق شد. در ابتدا با امور 1838 بعد از لشکرکشی شاه شجاع اولین بار مکناتن بود که در قندهار شاه شجاع را پادشاه افغانستان خواند و مردم نمی‌دونستند از افغانستان چی است. یعنی گفتیم که افغانستان ابتدایی شامل قندهار و کابل و جلال آباد و پروان نشد. بعد از اون وقتی که امیر دوست محمد خان بار دوم آمد، این سر تا سر این قلمرو کنونی را به استثناء نورستان و یک بعض مناطق دورافتاده بدخشان مگر اصولانه، یعنی کم و بیش در همین حدود فعلی افغانستان دفاکتو یعنی در عمل تشکیل شد و در زمان عبدالرحمن خان دفاکتو مرزهای بین المللی تشکیل شد، یعنی بین سرحد و مرز فرق قائل شدیم. ولی در زمان امان الله خان بعد از اینکه اعلان استقلال شد و دنیا به رسمیت شناخت، به شکل یعنی کشور فعلی بر جهان معرفی شد. تو پیش از اون قدر زیاد کس دنیا نمیشناخت که کشور. بسیار خوب جناب آرنفر گرامی، یک دنیا سپاس که یک کتاب چند دقیقه شما گفتین به اصطلاح یک دوره بسیار طولانی تاریخ با این مشخصات، یک تعداد زیاد مردم تا هنوز با تاسف خبر ندارن. حالا این مشکلی که ما داریم است که در گذشته بین سرزمین و کشور فرق قائل نبودن. خود کشور و یا ملت یا دولت، کشور ملت
یک پدیده نو اروپایی است که در قرن 17 به وجود آمد. یعنی پیش از این به نام کشور نبود، پادشاه ها بودن و سرزمین ها بود. یعنی یکی ببینیم تاریخ همیشه در یک گستره جغرافیایی سر میکنه، یکی بحث جغرافیا است که گفتم که فلات ایران است و دقیقاً نام سرزمین ما ایران شرقی است. یعنی بحث سرزمین نمیگیم کشور، چون کشور یک بحث اصطلاح سیاسی از جغرافیای سیاسی است، اما سرزمین اصطلاح جغرافیایی است. ما از نظر فرهنگی و از نظر جغرافیایی دقیقاً نام سرزمین ما ایران شرقی است، یا شرق ایران، شرق فلات ایران، هر نامی که دلتون می باشه. ولی از نظر سیاسی کشور به نام افغانستان دقیقاً، حالا من یک مثال دیگه خدمت شما عرض میکنم. شما ببینید تمام نقشه های قرن 18 را در هیچ جای شما کشور به نام افغانستان نمیبینید. حتی در دوره احمد شاه درانی و تیمور شاه درانی در نقشه های جغرافیای جهان کشور به نام افغانستان دیده نمیشه. خب منظور است که در اون زمان چون کشور به این نام وجود نداشته، بنابراین در نقشه ها هم نبوده. وقتی که شما نقشه های میانه های سده 19 را میبینین، اون وقت شما میبینین کشور به نام افغانستان و او رو هم در بسیار جای نوشته میکنن کابل افغانستان داخل قوس افغانستان، کابل داخل قوس، به خاطر که مردم جهان بفهمند که منظور از چی است. بسیار خوب جناب اورنفر، بسیار عالی. بنان اتر پیشترم حرفتان امی بود که سر کشور به نام افغانستان به شکل رسمی با سرحدات فعلی که تقریبا وجود دارد زمان امیر عبدالرحمن خان به وجود آمد، که عبدالرحمن خان هم در تاشکند بود او وقت و ایرا آوردن و انگلیس ها در توافق با روس تزار اینمی منطقه را به نام منطقه آهل. بله، من فقط میخواستم یک چیز خاطر نشان بسازم که باید بین سرحد و مرز باید تفکیک قائل شویم. بله، یعنی افغانستان با سرحدات کنونی کم و بیش، البته نه بسیار دقیق نه، در زمان در آخرین روزهای حیات دوست محمد خان تشکیل شد، ولی مرزهای شناخته شده بین ما در زمان امیر عبدالرحمن خان تثبیت شد. و عبدالرحمن خان به وجه که بود تو بود که کشوگیر بسیار زیاد بود. بعد از درگذشت امیر دوست محمد خان بین پسران ازی بسیار زیاد کشمکش بود، شیرعلی خان، اعظم خان و افضل خان اینا. و عبدالرحمن خان که پسر افضل خان بود، حاکم بلخ بود، و بعد از اینکه شیرعلی خان در واقع تینگ شد و محکم شد در کابل، ای فرار کرد رفت به آسیای میانه و زیر حمایت جنرال کافمن روسی که او فرمان روای آسیای مرکزی بود، در این مناطق سمرقند و بخارا و تاشکند و اینا بیشتر در سمرقند زندگی میکرد. و بعد از اینکه انگلیس ها با روس ها کنار آمدن که وقت از او فرار رسیده که در افغانستان یک حاکم با مشت آهنین روی کار بیاریم که ای بتانه ای کشور را اداره کنه، در اصل توافق انگلیس و روس بود که اینا دوست محمد خان چیز ببخشن عبدالرحمن خان آوردن و تخوای کابل ایره نشاندن. بسیار خوب جناب آرینفر، این تا با اینجا بسیار منظم آمدیم. حال ما میرم دوباره به نوشته شما و در اونجا شما اگر بگذاریم از دوره عبدالرحمن خان و باز حبیب الله خان بیاییم به صورت مشخص که شما قتل امیر حبیب الله خان و جلوس امیر امان الله خان بر سلطنت به اصطلاح یا تصرف قدرت سیاسی از او را که در 20 فوریه سال 1919 بود، اول قتل از او را ترور خواندین و دوم ای که ایره یک فاجعه خود به وجود آمدن سلطنت یا نشستن به اصطلاح عامیانه نشستن امان الله خان بر تخت سلطنت یک فاجعه بسیار بزرگ تاریخی خواندین. چرا امیر توضیح کن. بله بفرمایید. خب ببینید، به خاطر پی بردن به این فاجعه باید یک نگاه به دوره امیر حبیب الله خان پرداختیم. ببینید، امیر حبیب الله خان در یک شرایط بسیار استثنایی روی کار آمد. وقتی که امیر عبدالرحمن خان وفات کرد، در اینجا سر سلطنت طبعا در دربار کشوگیرهای بود و در اینجا دو پسر از یک امیر حبیب الله خان بود و سردار نصرالله خان، اینا با هم در قرآن مر کردن با میانجیگری بعض از سران لشکر و دولت و قرار به شد که پادشاه کشور امیر حبیب الله خان شود، اما ولیعهد و جانشین از او سردار نصرالله خان باشه، به گونه‌ای که حبیب الله خان دیگه حق نداشته باشه که کسی از بچه‌های خود بعد از خود پادشاه بسازه. به همین خاطر در سرتاسر
دوره حیات امیر ایبولا خان نایب السلطنه بود برادرش نصرالله خان. خب البته یک بحث است، یعنی اصولا باید بعد از امیر ایبولا خان نصرالله خان پادشاه میشد. بسیار خب از اینکه بگذاریم، بحثی بسیار مهم ای بود که در آستانه جنگ اول جهانی بله. در اینجا امپراتوری عثمانی که در واقع خلافت عثمانی بود بله، این با آلمان متحد شده بود و در مقابل روسیه تزاری و انگلیس اینا اعلان جنگ کردند و در اینجا خلیفه عثمانی اعلان جهاد کرد و گذشته از او شیخ الاسلام اسلامی فتوا داد که جنگ بر فرد مسلمان ها در مقابل روس ها و انگلیس ها فرض است. بنابراین در افغانستان هم یک جنبش به راه افتاد و یک تعداد زیاد مردم طرفدار از این بودند که و همچنان در بین مسلمان های هندوستان که باید در برابر انگلیس جهاد صورت بگیره. به این خاطر آلمان ها و ترک ها هیئت های را در کابل روان کردند و اینجا داخل مذاکره شدند با دولت افغانستان و سردار نصرالله خان و یک تعداد زیاد از روحانیت و بعض مردم طرفدار همین مسئله بودند. اما انگلیسی ها هم بیکار نبودند، با امیر حبیب الله خان وارد مذاکره شدند و به این وعده ها و عید های بسیار زیاد دادن. تو هم اسناد مشخص در زمینه نیست، اما ای که خود نقش همی که امیر ایبولا خان به سادگی به طرفداری از انگلیس اعلان بی‌طرفی کرد و از فهوای بعض مطالعات آدم میتونه در بیافته که انگلیس ها و نظر به مطالعه تاریخ دیپلماسی هم میتونه آدم میره در کنه که در همچون موارد انگلیسی ها برای پادشاه ها و همچنان روس ها هم همین چیز روس های تزاری برای کشورهای زیر دست خود بله اینا وعده و وعید های زیاده می دادن که اول از او ابقای امو شخص پادشاه مادام العمر بود و بعد از او خاندانش میراثی ساختن پادشاهی در خاندانش و دادن پول بسیار زیاد و سلاح زیاد و همچنان خب در اون وقت چون بین روسیه تزاری و آلمان جنگ بسیار شدیدی بود و هر دو طرف بسیار شدید فرسوده شده بودند، خطر از این وجود داشت که جنگ جهانی اول هم میگن شما. بله بله، خطر از این بود که روسیه کاملا آسیای میانه را از دست بده و انگلیسی ها وعده داده بودند که حتی امیر ایبولا خان کمک کنند که بگیرن بعض سرزمین های آسیای میانه را و در همچنان هیچ امکان نداره که امیر ایبولا خان اینمی سرزمین های از دست رفته و یا راهیابی و دریای آزاد یا بحر آزاد از انگلیس ها تقاضا نکرده باشد. هیچ امکان نداره، به خاطر که وقتی تاریخ دیپلماسی افغانستان ما میخوانیم همیشه اینمی بحث رایافتن افغانستان به آبهای آزاد مطرح بوده و حتما انگلیسی ها بر از این وعده داده بودن. خب به هر ترتیب یک بحث بسیار جنجال برانگیز از این نمیگذاریم، ولی آنچه مسلم است که انگلیسی ها وعده و وعید های زیاده برای امیر ایبولا خان داده بودن، با آقای سبز را برش نشان داده بودن و وعده های سرخرمن زیاده داده بودن. وقتی که جنگ خلاص شد انگلیسی ها دیگه زینف نبودن به ماندن امیر ایبولا خان در افغانستان، به خاطر از این که با تمام وعده و بایی وعده ها وفا میکردن و این بسیار اگه بهای بسیار سنگین را باید به خاطر از اینا میپرداختن. این یکی از دلایل بود. دو دلیل بسیار دیگه هم وجود داشت. یکی از دلایلی بود که انگلیسی ها در دیردون هندوستان نمی خاندان نادریه را، یعنی نادرخان و برادرانش را، اینا از خطرکی اینا را همین خاندان طلایی را دیگه به اصطلاح. بله بله بله، به خاطر از اینکه عبدالرحمن خان وقتی که روی کار اومد همه از اینا را از کشور اخراج کرد و تبعید کرد و اینا در باجیری انگلیس در دیردون هندوستان به سر می بردن و در اینجا اینا را آماده ساخته بود بر رهبری آینده افغانستان. یعنی بسیار به نفع انگلیس بود که از شر ایوب الله خان که به پدر از او هم تعهدات داده بودند و بر خودشان تعهدات داده بودند از شر از او خلاص شوند و نادر با برادرهایش روی کار کنند. اما از این کدام یک دلیل بسیار وزنی دیگه هم بود. بعد از این که در 1917 در روسیه کودتای تزاری و انقلاب اکتبر اینا رخ داد، خطر از این وجود داشت که شوروی ها به طرف جنوب مارش کنند و این روسا و خود لنین علنا اعلان میکردن و افغانستان کانال سوئیس میگفتن و تیوریسن های روسیه و شوروی به این اعتقاد بودن که انقلاب وقتی میتونه پیروز شود که اگر ما بتونیم که انگلیس در هندوستان ضربه بزنیم و تمام نیروی انسانی که از هندوستان میاد و بازار کلان هندوستان و منابع به پایان از یک سرزمین ما و با تمام دارایی هاش در اختیار خود بگیریم، بنابراین این خطر وجود داشت. و از طرف دیگه می ترسیدن که در ایران و ترکیه همچون در اون وقت انقلابیون بسیار زیاد بودن و تمام مردم از دست
سیاست های انگلیس و روسیه تزاری به عذاب بودند. بنابراین اینا به این فکر شدند که یک کمربند ایجاد کنند در منطقه حجاب عاجز روسیه، یعنی در جنوب آن، که به اساس همین نظریه اینا امپراتوری عثمانی را از بین بردن و عوضش مصطفی کمال اتاترک در ترکیه آوردن و کشور ترکیه را تشکیل دادن. بله. پیش از اون کشور به نام ترکیه وجود نداشت. یعنی در ترکیه عثمانی خوب مثال قبل از بوده. بله. و همچنان در ایران اینا خاندان قاجار را از بین بردن و در اثر کودتایی که در سال 1921 برای انداختن، رضاخان که در واقع فرمانده سپاه قزاق بود، یک نظامی بود که در واقع سپهسالار ایران بود، دیره در اثر کودتا پادشاه ساختن و احمد شاه قاجار از جا کشیدن. در افغانستان هم عین همین گپ بود. اینا میخواستن که امیر ایبولا خان را ترور کنن. بله. و بعد از اینکه یک مدت برادرش نصرالله خان پادشاه شد، بعد از نصرالله خان اینا از بین ببرن. به همین اساس اینا شبکه هایی را که انگلیس ها در افغانستان داشتن که بیشتر متشکل از مسلمانان هندی بود، که در رأس از اینا دکتر عبدالغنی و برادر ازی مولوی نجف علی بودن، که اینا یک تعداد زیاد جوانان رادیکال و کسایی را که مخالف بودن با دربار و بعض اندیشه های نوینا داشتن، اینا را سازماندهی کرده بودن، که بعدا جنبش مشروطیت هم از دل زمین به وجود آمد و اینا میخواستن که توسط ترور چیز از بین ببرن علی بلخان. کمایی که در داخل کشور هم در وقت مخالفین حبیب الله خان فوق العاده زیاد بود. اولی که یک آدم بسیار زنباره و میگسار بود و عیاش بود و بسیار دست درازی میکرد به زنان بعض دولت مردا و بسیار زیاد مورد تنفر روحانیت هم قرار داشت و در داخل دربار هم تقریبا همه با او مخالف بودن، به استثنای پسرش سردار عنایت الله خان، اگر ما استثناء قرار بدیم دیگه بلا استثناء همه مخالف بودن. در اینجا یک چیز با وجود آمد، یک تیم با وجود آمد که میخواستن از داخل امیر ایبولا خان از بین ببرن و ایوه سردار نصرالله خان رو روی کار کنن، که خود سردار نصرالله بود طبعاً. در اینجا برادران نادرخان بسیار نقش کلیدی داشتن و همچنان محمود طرزی که از عثمانی آمده بود و شاگرد سید جمال الدین افغان بود و از طریق از او و لژ فراماسونری پاریس اتصال میافت و همچنان گفته میشه که نمی دکتر عبدالغنی و برادرش اینا هم از لژ فراماسونری لندن بودن که زیر بنا به دستور سازمان استخبارات انگلیس و کابل آمده بودن و در بین از اینا هم اختلافات بود. یعنی یکی اختلافات خانوادگی قدیم هم باید بررسی شود، که خود محمود طرزی پسر سردار غلام محمد خان طرزی بود که سر سردار میدل خان از جمله سرداران قنداری بود. بله. و این خاندان نادری که بود اینا از جمله سرداران پشاوری، یعنی از دوادگان سلطان محمد خان طلایی بودند. و امیرالا خان پسر عبدالرحمن خان و بالاخره به افضل خان دوست محمد خان، اینا در واقع از جمله سرداران کابلی حساب میشدن. یعنی در اینجا اونمو اختلافات را که در گذشته بین سرداران پشاوری و کابلی و قندهاری و اینا بود و موجود فروپاشی کشور و ملک و تاوی بشه، یک بار دیگه اینجا در کابل اینمی برهم افتاد و انگلیس ها از این سو استفاده کردن. یعنی کاملا این موضوع روشن است و حتی اگر کتاب غبار جلد دوم ما بخونیم میبینیم که در یک بحث بسیار جالب داره، که بیه که در یکی از روزها امان الله خان و نادر خان در کاسه برج بالایسار رفتن و در اونجا با هم یک مذاکرات کردن و عهد و پیمان بستن و این مسائل. و در این که در اون بین دو نفر چه گذشت کسی نمی‌فهمه، ولی خب معلوم است که غیر از این که بحث کودتا مطرح بوده باشه چیز دیگه نیست. کم مایی که آقای فرهنگ هم در کتاب خود نوشته کرده که مدت ها بعد از اون یک جاسوس انگلیس ترک ها دستگیر کرده بودن، که او اعتراف کرده بود که در سازماندهی قتل حبیب الله خان ما دست داشتیم و گذشته از این مسائل اگر اون طرف بانیم مثل که من یادم نیست دقیق، مثل که شما مصاحبه کرده بودین امرای آقای چرخی غلام سیدی خان چرخی. بله پسر بله واضح پسر سیدی چرخی واضح اونجا گفت که قد امان الله خان بنا به قول پدرش که گفته بود که امان الله خان دست داشت در قتل پدر خود. بله این گپ کاملا واضح است، به هیچ از هیچ کس پت نیست. اگر ما گزارش ها ببینیم، یک کتاب است به نام نبرد افغانی استالین که ما ترجمه کردیم در
سایت ما هم هست در سایت کانون پژوهش‌های مطالعات افغانستان و همچنان یک کتاب در جرمنی هم چاپ شده و بدون اجازه در کابل هم بسیار زیاد چاپ شده. بله. اما اون نسخه اعتبار داره در همون سایت خودم هست. بله. این چون با اون نسخه که در کابل است با یک مقدار اغلاط طباعتی و اینا چاپ شده. بله. در اینجا اسناد و مدارک زیاده است. مثلا گزارش های است از طرف سازمان‌های استخباراتی روسیه که در اونجا آشکار نشان می‌ده که برادران نادرخان در این قتل دست داشتن و طبعا در اینجا خب البته این کودتا شد قرار بود که نصرالله خان پادشاه شود، اما در اینجا در همین کودتا وقتی که کودتا پیاده شد و امیر ایبالله خان ترور شد، ببینید بله ترور ایبالله خان یک امر نبود که از چشم سازمان استخبارات انگلیس پد بونه. در کابل در دوره ایبالله خان پر بود جاسوسای انگلیس و کمی خود از خاندان نادرخان هم پیوندهای بسیار عمیق با انگلیسی ها داشتن. بله. و امکان نداشت که در این کودتا برادران نادرخان دست داشته باشند و انگلیسی ها از این خبر نباشند. بله. انگلیسی ها کاملا از این خبر داشتن، نه تنها خبر داشتن که بلکه رهبری میکردن. به شما با معلوم است که هیچ کودتای بدون استخبارات خارجی بدون همکاریش نمیشه و همچنان وقتی که ترور سیاسی در سطح بسیار بالا باشد که پادشاهان و صدراعظم ها و وزیران اینا او نمیشه که یک نفر به اساس اختلافات شخصی برای که ترور کنه. این کل ترورهای سنجیده شده و برنامه ریزی شده و بسیار دقیق بود و در اون جایی که مثلا امیر با گارد محافظ خود بود و در اونجا غیر از خاندان مصاحبان کسی نبود و یکی از کسایی که باید نام از رو ببرین علیرضا خان، سرهنگ علیرضا خان بود که ناحق را کشتن به خاطر که او همو شب پاسبان بود، وقتی که صدای فیر شنید رفت به طرف خیمه رفت که همو قاتل دستگیر بکنه و نادرخان را با سلی زد که خاموش باش که خواب همی سر برهم میزنی و بعد امان الله خان اینمی سردار همی شاه علیرضا خان که گفتمش از مردم قزلباش کابل بود را ناحق اعدام کرد، ناحق اعدام کرد و ایرا متهم به بدون از اینکه دادگاه برگزار شده و از این تحقیق شده و این مسائل. خب هر حال از اینکه موضوعات که بگذاریم، یعنی وقتی که ایبالله خان کشته شد تمام سران لشکر و دولت رفتن در جلال آباد و در اینجا در حضور پسران ارشد امیر ایبالله خان یعنی سردار نهایت الله خان و نار سردار نسول الله خان و البته نادر خان اینا هم حضور داشتن. بله. اعلان سلطنت کرد، اعلان سلطنت کرد، ولی در اینجا یک کودتا دیگه هم صورت میگیره. بله. که بنا به تحریک طرزی امان الله خان که بسیار جوان بود و 28 ساله از این مسائل زیاد نمیفهمید، اما در پشت کار طرزی بود، ناگهان هم در کابل اعلان سلطنت شد. وقتی که امیر ایبالله خان رفته بود به طرف شکارگاه کلاگوش در لغمان که او بسیار میگن که بودن را بهش علاقه داشته و در اونجا در شالیزارهای لغمان بودن زیاد پیدا میشده و در این فصل برش تو کار بودن رفته بود. در اینجا در کابل امان الله خان جانشین خود قرار داد که باید ولایت کابل به او سپرده بود. در همینجا امان الله خان ناگهان اعلان سلطنت میکنه و با تشویق طرزی ناگهان درهای خزانه های دولت رو باز میکنه و پول بسیار زیاد را برای سران لشکر و دولت میده و راهای کابل بند میکنه و خودش پادشاه میشه. بله. و ببینین یک چیزی بسیار جالب دگام است. بله. به محض از اینکه امان الله خان اعلان سلطنت میکنه خود امیر ایبالله خان به روز تاریخ 20/21 یعنی شب بوده یعنی بین 20 و 21 بله. کشته میشه. یک روز بعد از اینکه یعنی روز 23 کشته میشه امان الله خان در ارگ اعلان پادشاهی میکنه. و همینجا این در واقع اعلان استقلال میکنه دیگه. اما سوال کجا است که چرا اعلان استقلال میکنه؟ این یک سوال بسیار مهم است به هیچ وقت پاسخ داده نشده. حالا من خدمت شما عرض میکنم. اعلان اگه اجازه تان باشد جناب آرنفر جون اجازه بدین که برازی که بیننده ها یک دفعه دیگه مغزشان کاملا باز شد و برازی که ما از قرن ها به این طرف است که استقلال میگیم، امیر عبدالله خان میگیم، غازی میگیم، شهید میگیم، این میگیم، آن میگیم، چند نتیجه گیری مشخص ما بکنم امی فشرده و باید بیاییم سر یک بحث بسیار کلان که اصلا موضوع صحبت ما و شما هم امروز امی است که بارد از استقلال است. بنابراین ما تو نتیجه گیری میکنیم که
حکومت امان الله خان یا سلطنت امان الله خان به اشتراک برادران طلایی یعنی نادر خان، محمود طرزی و غنی و برادرش شکی یاد کردن که دکتر غنی که از اند بریتانیا در نتیجه یک توته امی اهداف یا هم پلتفرم هایی که انگلیس داشت یک مرحلهش اینا پیاده کردن یک یعنی خلاف او سناریویی که ما در تاریخ داریم که گویا یک چیره ضد انگلیسی برای امان الله شاه امان الله میتیم و یک جنبش مشروطه ضد انگلیسی اطور نبوده من فکر میکنم از حرفای شما ما همتون نتیجه گرفتی کردم یک دوم ای که کشور به نام افغانستان تا زمان سلطنت دوم امیر دوست محمد خان و حتی تا زمان عبدالرحمن خان به نام افغانستان وجود نداشته این مسئله دیگه و اینال میایم سر مسئله استقلال افغانستان که اینجا بسیار جالب است که شما در امی بحث آمدین و بسیار زیاد تشکر میکنم که شما در امی بخش ما را آوردین آله به سالهای سال است که استقلال افغانستان استرداد استقلال افغانستان گویا تجلیل میشه من یه شما دو سوال دارم اول ای که خب سوال اولی مرا شما پاسخ گفتین که از قبل هم کشور به نام افغانستان وجود نداشت از لازم منطقی که او استقلال داشته باشه و او استقلال شما تجلیل کنیم یعنی ما در یکی از مصاحبه خود این نام شما میگیرم که دوست ما تشریف داره در لاس انجلس است یک کسی شما شاید بشناسین به نام آقای استانیزای زمان استانیزای پروفسور زمان میشناسم بله بله و اینا 30 سال در یونیورسیتی های کالیفرنیا درس دادن شخصیت بسیار ارجمند و آگاه هستن در یکی از مصاحبه های مدت تلویزیون بهار 4-5 سال پیش او بارها تاکید امی حرف شما رو میگفت به یک شکل دیگه به این شکل که گویا افغانستان از قبل استقلال خود داشته دیگه بازی امان الله خان کدام کسی نبوده که استقلال کرده باشه ولی شما برعکس حرفش هم میگین که اصلا کشور به نام افغانستان وجود نداشت که استقلال داشته باشه خب به هر حال حالا من به صورت مشخص خب اجازه باشه من یک تفسیر میکنم خب یک مسئله دیگه هم بله یکی که افغانستان هیچ وقت رسما مستعمره انگلیس ها نبوده یعنی بنام در کشور اشغال شده نبوده که او استقلال بگیره این یک بحث است که شاید آقای استانیزای به می بحث تمرکز کرده باشند که هم درست است اگر از اگر بین بحث به ایست که شما برای یک مسئله از کدام زاویه و با کدام عینک نگاه میکنید بسیار حالا اگر مثلا شما یک شاعر برین که به طرف مهتاب نگاه کنه خود با چیزهای شاعرانه نگاه میکنه ولی اگر یک اختر فیزیک برین که با میکروسکوپ او تحقیقات علمی داشته باشه و با یک نگاه دیگه و یک کودک با یک نگاه دیگه هر کسی از یک زاویه دید میبینه ببینید چند مسئله است اولا افغانستان در بند نبوده یعنی اشغال شده نبوده که او مستقل شود یعنی ببینید در اوج اینطور بود که نظر و قراردادهایی که انگلیس ها با افغانستان بسته بودن انگلیس ها فقط بر سیاست خارجی افغانستان نظارت داشتن او را هم البته مشروع به این بود که با روس ها و ایران میتونستن که تجارت داشته باشن بله اما در امور داخلی کاملا مستقل بود افغانستان بلا نمیشه گفت که ما مستقل شدیم یکی و دوم گفت است که سوالی که من مطرح میکنم ایست که اگر شما بحث امپراتوری دورانی را کنار بگذارین و همی خود روند تشکیل افغانستان شما ببینید هیچ وقت ما مستقل نبودیم سوال است که آیا ما در زمان امیر دوست محمد خان بار دوم استقلال داشتیم خب نداشتیم امیر دوست محمد خان در بند انگلیس ها بود بعد از اینکه در اون جنگ اول افغان انگلیس شد انگلیسی ها امیر دوست محمد خان در شمالی آمد تسلیم مکناتن شد اینا بردن در اند بریتانیا چند سال اونجا بود و بعد از اون انگلیس ها در کابل شکست خوردن در اثر معاملاتی که اینا کردن امیر دوست محمد خان دوباره آوردن بر تختگاه کابل نشاندن ولی با اینکه چه عهد پیمان از این گرفتن چه قرارداد به اون مخفیانه امضا کردن تو باید روز این افشانه شده و این نیاز به این داره که در آرشیف‌های لندن و حتی هند ممکن است که در اینجا اسناد و مدارک موجود باشه یعنی در وقت ما به این شد آزاد نبودیم اگر ما بگویم که در زمان مثلا شیرالی خان البته یک مدت بود شیرالی خان بار دوم یک مقدار کشور دچار اختشاش اینا بود و پخپلسری و چیز بود نمیشه گفت نامش استقلال بودیم آیا ما در زمان امیر عبدالرحمن خان آزاد بودیم یا در زمان یعقوب خان هیچ وقت ما استقلال با معنای کلاسیک نداشتیم اما
مستعمره هم نبودیم. بنابراین امی خود کلمه استرداد استقلال یک چیز زائد است. اصلا مفاقد معنا است. نه نداره. ما اینکه میگیم استرداد، وقتی که ما میگیم استرداد استقلال، به این میمونه که ما قبلا مستقل بودیم. این استقلال ما را کسی گفته، یعنی هیچ وقت در افغانستان به عنوان یک کشور مستقل حداقل در جهان معرفی نبوده. معرفی نبوده. بسیار خوب. یک چیز دیگه که بسیار بسیار بحثای داغ است در مجامع سیاسی و دیپلماتیک افغانستان و مجامع فرهنگی افغانستان، آقای آریان فرهنگ، مسئله کودتا و کودتا بازی است. این خوب است که شما به صراحت گفتین که نخستین کودتا کودتای شاه‌امان‌الله بوده. خب از این میگذاریم، حالا بریم سر مسئله استقلال. سوال اساسی مسئله استقلال استرداد استقلال است. اینال ما شما میشنویم که در این رابطه شما چی گفتنی دارید. خب حالا اومدیم ببینیم که چرا یک سوال بسیار اساسی است که چرا امان‌الله خان اعلان استقلال کرد. بله خب مثلا امی امان‌الله خان که با تخت پادشاهی نشسته بود، خب میشد که یک لویه جرگه را برگزار میکرد، مردم هم میخواست امراشون مصلحت میکرد که شما بیانید امیجا علمای دین اینا فتوا بدن که من اعلان استقلال کنم. اما این باید با یک سنجش صورت بگرفت. افغانستان به هیچ صورت توان مستقل شدن نداشت. به چند دلیل. اول شما فکر کنید که در اطراف افغانستان هند که در وقت چند صد میلیون نفوس داشت، که نمیفهم که 200 میلیون بود یا بیشتر یا کمتر، درست آمار و ارقامش دست و نیست، در بند بود. انگلیسی ها در وجود داشتن. این طرف روس ها تا رود آمو آمده بودن و تمام نمی سرزمین های آسیای میانه همش مستعمره روسیه بود. ایران و عثمانی یک استقلال نیم بند داشتن که همون وقت نیمه مستعمره بودن، یعنی مستعمره نبودن ولی زیر فرمان انگلیس ها بودن. در اینجا ناگهان یک پسر 27 ساله یک جوان میخیزد در افغانستان ایران پادشاهی میکنه. اول خود امان‌الله خان با این مفاهیم زیاد آشنا نبود، این مفهوم استقلال و ملت اینا را ترزی آورد از ترکیه، از عثمانی آورد به داخل افغانستان. این اولین بار شما ببینید کلمه ملت در کشور ما ترزی به کار برده. پیش از اصلا نبودم خود کلمه استقلال ما در نوشتهای ترزی بار اول دیده میشه. پیش از اصلا مثلا بحث هم چه بحث مطرح نبوده. یعنی ببینید یکی پادشاهی امان‌الله خان مشروعیت نداشت، دوم چون غاصب بود حق کاکای خود و دو برادر کلان خود گرفته بود. این حالا به خاطر از اینکه سرپوش انداخته شده است، همین باید یک کار خارق العاده آدمی که ناگهان اعلان استقلال کرده این موضوعات و دیگه تحت شاه قرار بگیره. یکی بس. ولی یک دلیل فوق العاده مهم دیگه هم است که بسیار کم به او توجه شده. ببینید طرزی بسیار خوب میفهمید که دولت افغانستان هیچ وقت توانایی را زیر نداره که بدون کمک خارجی سرپای خود است باشه. حالا او وقت باید همین فعلا هم عین مشکل ما داره. بله اگر حمایت خارجی ها نباشه، دولت هر دولتی که در کابل باشه بسیار به زودی سقوط میکنه. به خاطر از اینکه ما نداریم، نمیتونیم از منابع داخلی مصارف و هزینه های دولت رو تامین کنیم. حالا ببینید در دوره امیر ایبولا خان تمام چیز خارج میآمد. افغانستان خب هیچ چیز تولیدات نداشت چون وقت روابط خارجی ما محدود بود. یک مقدار بسیار کم تجارت بین آسیای میانه و نمی شهرهای شمالی افغانستان بود، یک مقدار کم هم تجارت با ایران در هرات. دیگه تمام چیزهایی که مایحتاج که در کابل بود همش از این میامد، از سوزن گرفته تا صابون تا گوگرد تا تیل تا قلم تا رختباب همه چیز. اگر به هر دلیل راه پشاور و جلال‌آباد بسته میشد، کابل نمیتونست که بیش از یک ماه دیگه دولت دوی تاب بیاره. و از طرف دیگه دولت های افغانستان همیشه جیره‌خوار انگلیس بودن و همیشه از اون زمان امیر دوست محمد خان بار دو و حتی شاه شجاع را اگه ببینید از اون زمان پادشاهان با اساس اون مستعمری که از دولت انگلیس میگرفتن هم خودم اشلاندن و هم در دستگاه دولت ها بنان طرزی دیگه پا خوب میفهمید و خوب از برنامه های انگلیس هم واقف بود و او میفهمید که برنامه اصلی انگلیس آوردن نادرخان و برادرایش است و اگر سردار نصرالله خان هم اعلان پادشاهی کرده ای دیر دوام نمیکنه. بنان یک کودتای پیشگیرانه کرد و به خاطر از اینکه یک الटरनेटیو دیگه جستجو کرده باشه، خب میفهمید که انگلیس از دولت امان‌الله خان حمایت نمیکنه. بنان به خاطر از اینکه باب مذاکرات با روسیه شوروی که در وقت نو انقلاب رخ داده بود، در دو سال پیش از در 1917، یعنی در اکتبر 1917 که اونجا انقلاب شده بود، یعنی تقریبا یک سال یک نیم سال پیش تقریبا همونطور، اینا چون روابط نبود تنها راه
تنها راهی که میشد که با روسیه تزاری ارتباط برپا کرد اعلان استقلال بود. وقتی که اعلان استقلال کرد در اینجا زمینه شناسایی فراهم شد. اولین کشوری که در جهان روسی شوروی را به رسمیت شناخت افغانستان بود. پیش از اون هیچ کشور بعد از اینکه دولت تزاری سقوط کرد دولت انقلابی را به رسمیت نشناخت و اولین کشور هم که افغانستان را به رسمیت شناخت اینمی روسی شوروی بود. جناب اورگان فرق بسیار معذرت میخوام، ما میخواستم که حرف شما را بیاین که یک سوال دیگه بکنم، اما یاد ما باشه که ما تا اینمی قسمت صحبت های شما آمدیم. یک چیز گنگ است که میره و هم شما وضاحت بدین، برای که از اونجا به یک شکل ما به اصطلاح اتر گذاشتیم. و عبارت از ایست که امی تمام افتخارات افغان ها و ما مردم همیست که ما در سه جنگ بردیم و خصوصا جنگ آخر و تلا اتک و اینو آن را امیر به صورت مشخص فشرده را بگوین که واقعا شما پیشتر گفتین که توانایی اتا ما بسیار کوچکترین کارها را نداشتیم. امیر هم یک وضاحت بتین که مردم بفهم. ببینین در افغانستان در واقع اردویی که به شکل مدرن بود بیشتر در مو وقتی که امیر دوست محمد خان آمد در کابل انگلیسی ها یک مقدار تفنگ های انگلیسی و بعض توپخانه و بعض سلاح های مدرن برش داده بودند. اما اردو بیشتر به شکل رسمی در زمان امیر شیرعلی خان تشکیل شد که یک مقدار بیشتر سلاح ها و اینا را برش داده بودند. بعد از او در زمان امیر خود حبیب الله خان ما یک اردوی بسیار کوچک داشتیم که یک بخش اردوی افغانستان همیشه در حدود یک فرقه شما حساب کنید در کابل بود که یک تعداد از او از سابق سوار نظام قزلباش بود که همراه تیمورشاه آمده بود و یک تعداد دیگه از این در مواقع جنگ اینا فقط همو لشکر ایلجاری یا لشکر قبایلی بود که از دولت پول و تفنگ میگرفتن و در جنگ میبرآمدن. یعنی ما نیروهای مسلح مدرن و تحریف امروزی نداشتیم. ببینید همین وقتی که اعلان جنگ شد با انگلیس یعنی چی؟ یعنی تا امروز من نفهمیدم. ببینید شما اگر زوبی کنید انگلیسی ها در امبو زمانی که در افغانستان اعلان استقلال شد و 30,000 ارتش منظم را که با مدرن‌ترین سلاح ها از جمله تیاره ها تو وقت اعلان افغانستان نبود هیچ، اصلا تا زمان امان الله خان که روسا به افغانستان تیاره دادن در زمان ایبول خان تیاره یک چیز ناشناخته بود در افغانستان. خب انگلیسی ها با 30,000 سپاهی فوق العاده منظم جنگیده تجربه جنگ اول جهانی را دیده بودند، مجهز با توپخانه بسیار مدرن، ماشیندارها و تیارات جنگی بودند و در وقت تازه تانک دیگه یک چیزی شده تانک هم وقتا زرهی و آیتهای زرهی برآمده بود. بله. خب در افغانستان اعلان جهاد میشن، خب میرن به جنگ. یک هفته بعد از اینکه جنگ شروع میشه، بعد از اینکه انگلیسی ها میان یک دو سه تا بمب نزدیکای ارگ میندازن و از اون تیاره بعض چیزا را مندازن، شبنامه و اینا، و بالاخره کدام مکتوب را به ترتیب به امان الله خان توسط کسی یا پیام را روان میکنن که این دفعه اگر جنگ ختم نکنی ما بار دوم در ارگ به مندازیم. فورا امان الله خان اعلان متارکه میکنه. حالا شما ببینید ما چی کردیم. خب یک بخش اعظم اردوی اصلی افغانستان از طریق جلال‌آباد که رفته بود به فرماندهی وزیر دفاع و اینا، او را در اثر بمباردمان روز اول هم وزیر دفاع زخمی شد و هم اولشکر از هم فرو پاشید. خب یک بخش دیگه که در قندهار بود آنقدر به سر سامانی بود که اصلا جنگ در اونجا به آنچنان صورت نگرفت که ما او را با نامش جنگ بگذاریم. یک مقدار در این مناطق کنر که مناطق بسیار دورافتاده بود بعضی از صاحب رسوخ‌های عموم منطقه بعضی تحرکات را کردن و بعضی پاسگاه‌های انگلیس حمله کردن، چند تا انگلیسی را کشتن این مسائل. ولی در جبهه جنگ جنوبی که در اینجا فرماندهیش با نادر خان بود در اینجا عسکر رسمی و منظم نبود، اینجا لشکر قبایلی. خود در اینجا مثلا جنگ در گرفت و انگلیسی ها در اونجا در یک منطقه است که در بین کوه جاجی و صده قرار داره، یعنی از 40 کیلومتر از کوه جاجی دورتر است و اون طرف هم از صده 30 کیلومتر در اونجا یک منطقه مرزی است. اونجا یک جای است که بازرابین هم دیده نمیشه به نام تل. بله. کامل شما اگر نقشه ببینید یک منطقه فوق العاده کوچک اون قریه است یا کدام شهر که بسیار خورده است که اصلا مورد بحث نیست. در اونجا یک خانه انگلیسی ها بود، یعنی یک پاسگاه بود. و در اونجا در همین پولینز یک چیز به نام شهر وجود داشت که یک بازار دیگه چیزی نداشت.
خب در اوج انگلیسی ها یک پایگاه بسیار بزرگ داشتن و یک پاسگاه. در اون پاسگاه به هر دلیلی که بوده یک انفجار رخ داده که شاید انفجار خودسرانی مهمات بوده و یک گپا خودم بوده که قبایل ها رفتن و این هم درست معلوم نیست این شهر از طلا گرفته بودن، یعنی یک چور کردن این بازارها رو و پس دوباره آمدن و اول نادرخان به نام خود ثبت شخص نادرخان گویا با یک توپ ساخت جرمنی فایل کرده بوده و در اینجا انفجار صورت گرفته. خب حالا بعد از اینکه خب هر چی که بوده باشه و گیریم که اون پاسگاه رو اینا گرفته باشن، آیا در مقیاس نظامی آیا شما این را میتونید که یک دستاورد عظیم تاریخی یاد کنید که باز برای یک مینار یاد بود به خاطر از یاد کنید؟ همچی چیزی نیست. وقتی که اولین بم در نزدیکی ارگ انداخته شد امان الله خان دستا را بالا برد تسلیم شد و جنگ پایان یافت، متارکه شد. ولی حالا ما شما ببینیم که ببینیم مشکل در کجاست. مشکل در ایست که همیشه ما با افتخارات کاذب ما را بفریب دادن با بت سازی با شخصیت سازی. امان الله خان یک جوان 27 ساله بود که از پشت سر کل کارها دست طرزی بود، فقط اوامر طرزی را در واقع عملی میکرد، خودش هیچ نوع ابتکار عمل دیگه نداشت. پسانتر که یک مقدار به قدرت رسید و مست قدرت شد، حتی حرفای طرزی را گوش نمیکرد که طرزی هم آزرده شد و بالاخره به عنوان سفیر در پاریس رفت. یعنی تمام این موضوعات که به نام استقلال اینا آمده همش دستاورد طرزی است. کمایی که شما ببینید در ابتدا امان الله خان به نام غازی یاد کردن، در حالی که غازی را شما میفهمید کسی است که در یک جبهه کفار را کشته باشه، یک مسلمان که در دفاع از یک سرزمین اسلامی رفته باشه و کفار را کشته باشه، این غازی یعنی چی؟ یک چیزی به معنا. دوم این مینار استقلال هم که یاد کردن اول و تاق ظفر به نام امان الله خان بود، اما وقتی که نادر خان به قدرت رسید او را تراش کردن، عوض نام امان الله خان نام نادر خان را نوشته کردن به نام در واقع محصل استقلال. و تا زمانی که دمی دوره 40 ساله ظاهر خان و به شمول دوره نادر خان اگه حساب کنیم ظرف 45 سال اصلا نام امان الله خان کس نمی بود، نه در جشن ها نه در دیگه نه دیگه. اما وقتی که دوباره در زمان داوود کوتا خود بعضی عناصر چپی شروع کردن به دوباره یاد کردن یعنی احیای نام امان الله خان، و دوره چپی ها بود که امان الله خان به عنوان یک قهرمان معرفی شد، چون او کسی بود که اولین بار با شوروی ها روابط سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرده بود و اعلام استقلال کرده بود و علیه انگلیس ها قرار گرفته بود. اما دیگه یک چیز من دیگر خدمت شما میخوایم خاطرشان بسازم که طرزی میفهمید که انگلیس ها حامی و پشتیبان نادرخان و برادرانش هستند، بنابراین او نمیتونست به لحاظ سیاسی به لحاظ سیاست خارجی به انگلیس تکیه کنه. او الترناتیف ها در این میدید که با رسمیت شناختن شوروی از شوروی کمک بگیره و همه ترام شد. در اون دوری امان الله خان شوروی ها کمک های فوق العاده زیاد بر افغانستان کردن، چندین فرمان هواپیما دادن و حتی در اون بلوای مولای لنگ پیلوت های روسی بودن که رفتن به مناطق جنوبی یارا بمباردون کردن. و وقتی که نتیجه داد امان الله خان حتی از استالین مواد شیمیایی خواسته بود، بمب‌های فسفوری و با ما شیمیایی خواسته بود که مناطق جنوبی را بمباران کنه، اما او را نپذیرفت، او را استالین رد کرد و بعد از او به خاطر از اینکه شورش ها را در جنوبی سرکوب کنه 1000 زن از این مناطق خوست و پکتیا و اینا اسیر آوردن سر شطورا و خراب قاطرا در کابل شارگرد کردن در حقیقت. و این یک استخوان شکنی بسیار خطرناک را بین مردم شمال و مردم جنوب انداخت و این ما باز بعدن میبینیم نتیجه از اینه که وقتی که در زمان نادرخان افشار وزیری هندوستان آمدن و بعض قبایل جنوبی و کابلی رو شاوردن، اینا هم به خاطر انتقام یک تعداد زیاد زنا و دخترها از این مناطق کابل شمالی و اینا گرفتند و بردن به طرف جنوبی. یعنی یک استخوان شکنی ده ای در واقع در وقت اینا روی کار کردن با اعمال خود. بسیار خوب. بله. بنان تو نتیجه میگیریم که این همش فقط صحنه سازی بوده و چیزی به نام استقلال که تو ما تا حال تجلیل میکنیم خود فریبی محض است و چیز دیگه نیست. مثل این که ما مثلا وقتی مسئله خط دیورند مطرح میشه و یک تعداد توضیح میکنن یا پیشنهاد میکنن که این باید یک راه حل سیاسی پیدا شوه با رسمیت شناخته شوه، بازی رو میگن که ضد منافع ملی ماست، در حالی که ما
اصلا ملت نیستیم که منافع ملی داشته باشیم. بسیار عالی، بسیار زیاد سپاسگزار من یه هستم. فقط یک چیز خدمت شما میخوام در رابطه با بله خط دوران بسیار کوتاه بگویم. ببینید بله بحث چی است. بله در این کشورهای جهان سوم همیشه قدرت های استعماری مردم با یک سلسله موضوعات فرعی مشغول میکنن. ما چیز به نام خط دوران دیگه نداریم. ما مرز بین المللی شناخته شده بین افغانستان و پاکستان داریم. این مرز سازمان ملل، سازمان کشورهای اسلامی، ناتو، شانگهای، تمام سازمانهای بین المللی و تمام کشورهای جهان به رسمیت میشناسند. این یک مرز شناخته شده بین المللی است. بنابراین هر گونه بحث دیگه زاید و زیای وقت است. بسیار یک چیز بسیار مهم است. هر کشور یک تعریف مشخص و معین دارد. کشور عبارت از یک گستره سرزمینی است که در اینجا یک دولت حاکمیت داره و این دارای حاکمیت ملی حق تمامیت ارضی بسیار مهم است. تمامیت ارضی است بله و استقلال می باشه. ببینید این حال وقتی که یک کشور به رسمیت شناخته میشه او با تمام مرزهای شناخته شده بین المللی با حاکمیت ملی و تمامیت ارضیش به رسمیت شناخته میشه. وقتی که ما پاکستان را به رسمیت شناختیم دیگه جای بحث نمیمونه. این بحث های فرعی و دیورند اینا از طرف کسانی مطرح میشه که در مسائل تاریخی وارد نیستن، فقط یک استفاده ابزاری میکنن. ما پاکستان را به رسمیت شناختیم، پاکستان ما را و تمام دنیا ما را با همین مرزهای شناخته شده بین المللی به رسمیت شناختن و پاکستان هم با همین مرزها. دیگه نمیشه که این مسئله را ما مطرح کنیم و هیچ کس هم نمیفهمد. دمی 100 ساله که در رأس سیاست خارجی افغانستان بوده، یک کتاب هم در باره خط دوران نوشته نشده. کس بفهمه یعنی چی؟ وقتی که حال تحقیق میکنیم یک بحث است که با تاریخ پیوسته، این با بایگانی تاریخ سپرده شده. دیگه ما نمیتونیم این مسئله را مطرح کنیم. اصلا پاکستان حاضر نیست که سر ببینیم بحث منافع اولیای ملی است. مسائل مرزهای بین المللی ای در رأس منافع ملی هر کشور قرار دارد. پاکستان اصلا حاضر نیست که سر از این مسئله با ما بحث کنه و این هایوهی که اگر دارم این دازون فقط به خاطر برابرداری های سیاسی است. این مسئله و تاریخ پیوسته و من فکر میکنم که دبایی بارا البته از نظر تاریخی میشه که تحقیق کرد، اما به عنوان یک ابزار سیاسی هیچ فایده نداره. بسیار خوب جناب اورلنفر گرامی، بسیار بسیار آموزنده و جالب. اگر اجازهتان باشه که ما آخرین نتیجه گیری هایی که در صحبت شما کردین یک چند نکته خدمت شما و بیننده های عزیز تاکید کنم که بسیار بسیار جالب است، یعنی به اصطلاح یک بحر در یک کوزه گنجانیدن است. امروز شما در قسمت آخر میگین که امروز پس از گذشت یک ساله هنوز هم درمانده، در بند، اسیر، واقع مانده و ناتوان و فاقد استقلال هستیم، اما پایکوبی و دستفشانی میکنیم، دول میزنیم، وطن میکنیم. پس از برافتادن امان الله و روی کار آمدن نادر، در واقع در کشور چند نیروی بزرگ در سپهر سیاسی پدیدار گردید. امانیه، نادریه، سقاویه، هواداران ملای لنگ و صوفیه در سیمای روحانیون سنتی و خاندانهای مجددی و گیلانی. صوفیه روی هم رفته به نحو امپیمان نادریه به شمار میراد. در آینده شوروی ها بر شده امانی عذاب چپگیرای هوادار خود را در صحنه سیاسی کشور به میدان آوردند. غرب هم با برگ های دیگر با اقتضای زمان به بازی پرداخت. مجاهدان در متن سقاویه به میان آورده شدند و طالبان بر شالوده بازماندگان جنبش ملای لنگ. این گونه شیرازه کشور پس از کودتای فبروری 1919 از هم گسیخت و چند پارچه شد. کشاکش میان این پارچه ها تا به امروز به اشکال گوناگون ادامه دارد و هیچ بله. نشانی هم از پینه زدن و پتره زدن این چینی شکسته دیده نمی شود. جناب بله. اورلنفر فقط در اینجا یک نقطه میمانیم که وعده بتین برای ما که در آینده روی اینمی جریان های سیاسی که ریشه هایش بسیار عمیق شما تشریح کردن بسیار جرف آستاستا صحبت های با شما خواهد داشتیم. خب درست از ما این وعده در به شما میتونم اما میرم و میخوایم همینجا بسیار فشرده عرض کنم. ببینین در هر کار نتیجه نهاییش مهم است. حالا شما فکر کنین که همین اعلان استقلال نمید چی میشه؟ افغانستان به مو روال طبیعی خود به مو شکل طبیعی توسعه طبیعی خود میپیمود و بعد از جنگ دوم جهانی وقتی که تمام کشورهای دیگر مستقل شدن یا مستقل میشد، همیشه باید این مسئله باید در فکر دولت مردای کابل می بود که تا زمانی که هند مستقل نشد ما مستقل شدن نمیتونیم. درست یک بحث بسیار کلیدی است. بله وقتی که ما اعلان استقلال کردیم چی به دست آوردیم؟ ببینید اول همین استقلال حفظ کردن نتونستیم.
اول به دامان شوروی خود انداختیم یک مدت، بعد از او همین استقلال هم از دست ما رفت، نادرخان آمد روی کار، درست یکی. اما فاجعه ای که در کشور با وجود آمد چی بود؟ که کشور ما پیش از کودتای امو فبروری 1919 یک کشور یک نواخت یک پارچه بود، نه به لحاظ قومی دیگه گسست ها بسیار شدید بود، نه به لحاظ زبانی، نه به لحاظ مذهبی نبود کشور طور. تنها اختلاف که بود در بین سردارا بود و در بین دولت مردم، اما دیگه کشور بسیار چند پارچه شد. اون فرمول تفرقه باشه و حکومت بکست، یعنی تفرقه بیانداز و حکومت کن. ما در فرجام کار استقلال هم دست دادیم. ببینید چی دست دادیم ما؟ نظر به توافقات انگلیس ها با عبدالرحمن خان و پیش از او از زمان دوست محمد خان شروع کنیم تا می آخره، تا زمان امان الله خان، توافق این بود که انگلیس ها فقط بر سیاست خارجی افغانستان نظاره داشته باشند، اما در مسائل داخلی با کاملا مستقل بودیم. بعد از او امیر آمد دست دادیم. دومی که کشور و چند اول این خواهر از این بگذاریم که چی اختشاشات شد، چی شورش های شد، چقدر خونها ریخت و چقدر مردم تباه شد. ایدال در فرجام کار کشور به 4-5 پارچه تقسیم شد. یکی از او عواداران که کسانی که طرفدار امان الله خان بودن به نام امانیه یاد شدن در تاریخ، که اینا از طرف نادریه بسیار شدید سرکوب شدن، یک تعداد زیاد کشته شدن و بعد از او از این فتنه های بسیار زیاد از این برخیست. یکی دو و یک دشمنی بسیار بزرگ بین خاندان های بزرگ دولتی افغانستان که از جمله خاندان چرخی هم بود، که اینا بسیار شدید با نادریه طرفدارای امان الله خان و خاندان بسیار بزرگ و موثر چرخی که از چرخ لوگر بودن که در دولت افغانستان بسیار موثر بودن، و همچنان خاندان شوالی خان دروازی اینا که از بدخشان بودن، یک استخوان شکنی بین مردم دو خاندان بسیار بزرگ افتید. یکی دوم آنچه که به نام صفویه یاد میشه در واقع اونمو طرفداران امیر ایبالای کلکانی است که او به صفای مجاهدان معروف بوده که در زمان جنگ برای شهیدا آب میداد و صفا معروف شده بوده. خب به هر حال به نام صفویه در کشور معروف شده است. خوش نمیگردم به دلیل چی؟ چون اینا هم مورد سرکوب قرار گرفتن، چون نادرخان با امیر ایبالا تعهد کرد، مور پیمان کردن در قرآن که تسلیم شو بله ما تو را نمیکشیم. بله. و بالاخره وقتی که تسلیم شد این با یارانش بدار انداختن و در اینجا هم یک استخوان شکنی دیگه آمد. و غیر از وقتی که نادرخان حمله کرد به شمالی با همی سپایان لجاری جنوبی و همی سپایان وزیری و محسود که تعدادشون 15,000 نفر میشه که از طرف انگلیس ها مسلح و تنبیل شده بودن، وقتی که در شمالی آمدن اینا بسیار قتل و قتال و کشتار کردن و زنا را بردن و زمین های مردم را گرفتن که یک نوع استخوان شکنی و دشمنی تاریخی دیگه هم افتاد. ببینید نتیجه چی میشه. خب البته این خاندان های مجددی و چیز هم خواه انگلیس ها آوردن در افغانستان گیلانی را. یعنی ما بعد از گذشت یک مدت ما یک گروه سیاسی به نام نادریه پیدا کردیم، یک گروه سیاسی به نام امانیه پیدا کردیم، یک گروه به نام سقایا پیدا کردیم و یکی هم اونمون بازماندگان مولای لنگ بود و در پولی از اون یک جنبش صوفیه است که اینا را هم آوردن و یک کشور به طرف انقطاب و انشعاب برد و اینمی کشمکش بین از اینا سالهای سال ادامه داشت که بالاخره بعد از گذشت یک مدت شوروی ها اینمی اعضاب چپیده در واقع با سربازگیری از جمع عواداران امان الله خان و این زمانیه بله. اینا تشکیل دادن و مجاهدین بیشتر در بطن سقاویه روش داشت. اگر شما این مجاهدین اگر مطالعه کنین اینا ریشه در اون جنبش سقاویه دارن بله. و اینا کشمکش ها و بالاخره این جنبش طالبا و اینا بیشتر اینا از بازماندگان مولای لنگ هستن، یعنی همه ریشه های عمیق تاریخی داره. بله خب این بحثی است که این روحانیت که در مناطق جنوبی و مشرقی و مناطق اینا بودن بله. یعنی روحانیت سنتی قبیله‌ای که در اینجا بود بله. جنبش مولای لنگ در واقع یک جنبش بود که خب حالا اگر دستای انگلیس اینا رو وصف کنیم یک جنبش بود که بالاخره در مقابل بعض نارسایی هایی که در دوره امان الله خان بود جنبش برای افتاد، یعنی ریشه های داخلی و خارجی داشت. هیچ شک و تردید نیست که جنبش از طرف انگلیسی ها برانگیخته شد، تمویل شد، حمایه شد، اما باید به ریشه های داخلیشون باید ما در نظر بگیریم و مخصوصا همین بعضی کارهایی که شد. حالا شما فکر کنید که اگر اون استالین برای امان الله خان مواد کیمیایی بمبای کیمیایی میداد و اینا بمباردمان شیمیایی میکردن رقمی که علبچه را صدام حسین کرد
یکی میشد. درست؟ دیگه به این خاطر حتی ببینید من تو برتون بگویم که یک تاریخ نویسی هست به نام ریسنر، ای هم نوشته میکنه که خواهرش همسر راسکولنیکوف سفیر روسیه بود. بله. که او حتی بسیار با یک حزن و با بسیار تأثیر میه که ما وقتی که شاهد هستیم که پیلوتای روسیه میرن اونجا روستاهای افغانستان رو بمباردمان میکنن و اون مردم بی‌دفاع که در مقابل هواپیماهای ما هیچ چیز ندارن، حتی بسیار زیاد تأثیر و تأسف ابراز تأسف میکنن از این مسئله. دیگه شما خودتون فکر کنید که امیال که امیال شما 1000 زن شما از مناطق سرحدی بیارین در کابل سر خر و گاو قاتل یا چرخ بتین چی میشه در این مملکت؟ خود مالندار است که اگه انقلاب برپا میشه. بسیار خوب جناب آرلنفرد، یک دنیا سپاس. شاکلید قضایای بعدی را به خصوص در قرن 20 و 21 اگر کسی عمیق به صحبت های شما و نوشته شما مراجعه کند دادن. البته ما نمیتونیم که با همه، شاید بسیار مردم با همه حرفای شما موافق نباشن، اما بسیار بسیار ریشه های گپا بسیار جانانه شما توضیح کردین و این یک گفتمان های دیگر برای ما درش باز میکنه که سر چپ افغانستان گپ بزنیم، سر اخوانیزم گپ بزنیم، سر کودتای داود خان گپ بزنیم. من یک نکته خود نشان میکنم که ما هیچ گپ از دل خود نمیزنم. این موضوعاتش که پلیس ما تحقیق کرده و ما یک پارسال یک مقاله نشر کردم که نگاه نیاز تاریخی و بازنگری پارادوکس استقلال و در اونجا ما تقریبا 70-80 عنوان کتاب را که در شوروی روسان شاه رشته کردن در باره دوره امان الله خان و یک دانشمندای خود کشور ما و بعضی کشورهای دیگه انگلیسی ها نشته کردن. بله. تمام این مسائل در این جهه هست، یعنی این موضوعات که من برای شما عرض کردم. بله. همه از این مستند است و اگر کسی خواسته باشه که مشخص در هر مورد سند خود ببینید، خود این گفتگوی تلویزیونی یا ایستی در مقاله فیسبوکی نمیشه که آدم تمام اسناد و مدارک اینا رو بیاره. ولی ما برای شما امیال چند کتاب امیال برای شما من رفرنس میتون که اگر شما برین مطالعه کنین ببینین دمی سایت خود ما. بله. یک کتاب به نام نبرد نبرد افغانی استالین، دولت و اپوزیسیون در افغانستان. بله. رازهای سربنبار تاریخ دیپلماسی افغانستان و بعد از یک تعداد کتاب هست که در سایت های فیسبوکی ما نیست. بله. در چیز سایت اینترنتی ما نیست، قبلا در افغانستان چاپ شده بود مثل شورای ها و همسایه های جنوبیان ایران و افغانستان. کوری یک پروفسور یهودی که از روسیه گرفته بود به انگلیس به اسرائیل رفته بود به نام ولادارسکی رسوا کرده بود و یا تجاوز به آزارمانه که او در کابل چاپ شده بود. این کتاب هاییست که کلش دیرنگی اسناد و مدارک به کتاب ها آمده نیست. کدام از اینا بهتر نیست که ما او رو خیال پردازی کرده باشیم و از خود یک چیز یک افسانه بافته باشیم. نه، ما فقط میگویم که مردم ما از واقعیت ها آگاه شدن. ما را همیشه بت پرست تربیه کردن، یعنی بت های رو آفریدن بر ما. به حال راست بشه بر بگم که من خود من در جوانی بسیار از هواداران بسیار سرسخت امان الله خان بودم و راستی فکر میکردم که یک شاه بسیار انقلابی و بسیار نوآور است. اما همین نوآوری های امان الله خان هم کاملا پیش از وقت بود، کاملا پیش از وقت بود، این واسه که تاثیر مثبت داشته باشه، تاثیرات فوق العاده مخرب و ویرانگر برای جامعه افغانستان وارد آورد و کشور به درافتانی شورش و انقلاب و اختشاش قرار داد. بله. بسیار خوب جناب آرلنفرد گرامی، با کلی با حرفای شما نمیتونه آدم که قطع علم و معرفت و قطع پژوهش آدم نمیتونه جنگ کنه، کوتاه براتون بگویم. اما چیزی که مهم است اینی برنامه ما را شما سیگنال شم دیدین، اینی برنامه تلویزیونی یک دریچه‌گت کوچک است که برای مردم گشوده میشه، چون مردم بیشتر از کتاب و این مسائل و کتابخانه همین برنامه ها را میبینن، در سفر هم در یوتیوب هم میتونن ببینن، هر جایی که در سپورت هم میتونن. اینمی در برنامه ها یک دریچه را باز میکنه بخصوص برای نسل جوان و کسایی که پژوهش میکنن، تحقیق میکنن و این سوری. هر جمله شما باور کنین یک عالم یک کتاب میشه. من یک چیز خدمت شما عرض میکنم. بله. امی کشمکش ها در آینده هم ادامه یافت. بعد حتی بعد از اینکه امان الله خان سقوط کرد در اروپا رفت، در زمان در آستانه جنگ دوم جهانی وقتی که هتلر و استالین اینا میخواستن که امان الله خان دوباره پس روی کار کنن، بسیار جالب است که امان الله خان وقتی که از آلمان ها چیز شد مایوس شد، بر استالین پیشنهاد کرد که در صورت که بر من کمک کنی که من دوباره پس به تخت پادشاهی برگردم، این سرزمین های شمال هندوکش ما بر تو میبخشم و به این شرط که تو کمک کنی که من اونمون سرزمین های
که از دست رفتن که فعلا برام پشتونستان یاد میشه. اگر اینه برام بگیریم از شمال بر شما میتونیم. یعنی عجیب و غریب است. باز جالب گپی است. چیزی که بسیار مهم است که وقتی که امان الله خان اعلان استقلال کرد، انگلیس ها شرط بر رسمیت شناختن استقلال بر رسمیت شناختن خط دیورنگ گذاشتن و در معاهداتی که بین امان الله خان و انگلیسی ها امضا شد هم در 1919 و هم در 1921 افغانستان رسما یعنی مرز به رسمیت شناخت. خب حال جالب گفتی است که بیشترین کسانی که هوادار این مسئله پشتونستان و پشتونستان خواهی و این مسئله خط دیورند اینا هستن از هواداران امان الله خان هستن که در عین حال امان الله خان خوش میکنن که برای یک بت و به قهرمان بسیار بزرگ مبدل بسازن، در حالی که امان الله خان با عنوان پادشاه افغانستان مستقل خط دیورنده به رسمیت شناخت. دیگه من نمیفهمم، همیشه در کشور ما نمی قهرمان و قهرمان تراشی از پادشاه های اصلا در کشور ما نیه که داریم کشورهای جهان سیوم اینه همیتر یک سنت بسیار ناپسند هست که بجای بررسی و کاوش در تاریخ با آفریدن چهره های بسیار زیاد. حالا ببینید در گذشته زمان ظاهرخان امان الله خان کس یاد نمیکرد، در او وقت قهرمان ملی نادرخان بود. بله. اما بعد از او امان الله خان شد. یعنی ما اصلا در مورد بت‌ها نیاز نداریم. باید کاوش شود. باید تحقیق شود. تاریخ تعریف شده، تاریخ جعلی رسمی کنار گذاشته شود و کوشش شود که در بایگانی های انگلیس، در امریکا، در هند، روس. انگل مثلا ما هزاران نفر محصل در هندوستان داریم. بله. و اینا میتونن که در آرشیوهای انگلیس تحقیق کنن. بسیار اسناد و مدارس که هست در هندوستان هست، در پاکستان هست، در روسیه هست. اما متاسفانه که ما اصلا در یک خواب افیونی تاریخ هستیم و هیچ کوشش نمیکنیم که بریم در آرشیوها. علمی در انگلستان حداقل 250,000 نفر هم وطن ما هستن، اما شاید دو نفر هم رفته در آرشیوها تحقیق نکنه، در حالی که گنجینه بسیار عظیمی است که میشه بسیار از واقعیت‌ها را روشن بسازیم. بله، بسیار زیاد سپاسگزار هستم. بسیار زیاد تشکر جناب اورین فر. ما هم جان سپاس در آینده هم در خدمت ما در لیست خود دارم. وقتاً فقطاً همیشه زحمت خود دادیم. فقط یک خواهش که من از شما دارم که اگر لینک برنامه را باز برنامه روان کنید، مصاحبه را که ما در فیسبوک خود را لینک بزودترین فرصت ای را ادیت میکنیم. ما خب پلان ما این بود که لایف بریم جناب، متاسفانه به دلایل تخنیکی کار ما را ساده می ساختین، ولی به هر حال از این فرصت هم لینک یوتیوبی خود به شما روان میکنیم هم به فیسبوک. بسیار خوب، سپاس از شما، سپاس، روز خوب بر شما میخواهیم. خدا حافظ. یک دنیا سپاس، خیلی بسیار ممنون هستم از شما.